سارا، ماجرای ازدواجت چی توی همسرتون باعث شد که بهش بگی بله و بهش اعتماد کنی که باقی زندگی تو باهاش به اشتراک بذاری؟ شاید مهمترین چیزش این بود که اون هم مثل خودم بود، یعنی از نظر یه سری اخلاقا خیلی اونم دیدش نسبت به مردم جامعه و خیلی حالا دید مثبتی داشت، آدم مثبتی بود، این خیلی برام مهم بود، منفی نگر نبود. خانوادهشو خب میشناختم از قبل، میدونستم تو چه خانواده‌ای بزرگ شده و اینکه خب دیگه دوستش داشتم. و اون عشق در نگاه اول بعد اتفاق افتاد یا نه؟ نه، در نگاه اول واقعا نبود، ولی خب به هر حال در نگاه دوم سوم نه، خب به هر حال چون که حالا شما لابد میدونید که پرسیدین، چون که خواهر ایشون با خواهر من دوست صمیمی بودم، من خیلی میشناختم خانواده‌شون رو و خودش هم میشناختم و دیده بودم از خیلی سال قبل. یه کوچولو انگار رگه های اون ازدواج سنتی توی ازدواجتون بود. بله، به هر حال خانواده در جریان قرار گرفته بودن و همون حالت سنتی. تو دختر خیلی مدرنی هستی، یعنی خیلی تفکرات مدرنی داری نسبت بله. به زندگی، حتی مشترک میدونم که این نگاه رو خیلی تو زندگیت وجود داره. چقدر همسرت باهات راه میاد با این نگاه حق طلبانه برای زنان، منظورم این که بخوای یعنی به اون برابریه فکر کنی؟ خیلی اتفاقا واقعا جز کساییه که خیلی در واقع موافق حقوق زنانه، خیلی در واقع دوست داره که زنها مستقل باشن و جالبه که یه وقتی فکر میکنم که واقعا تو همه دنیا این اتفاقه هست، یعنی فقط تو شاید ما فکر میکنیم که مثلا تو ایران زنان ما خیلی مستقل نیستن، یک قشریشون، اما میخوام بهتون بگم که توی خیلی از حالا توی خیلی از کشورها نگم، به هر حال توی کشوری که من زندگی کردم، تجربه زندگی کردن شدشم، توی استرالیا هم خیلی از زنها در واقع خودخواسته جامعه بهشون این اجازه رو میده که توی جامعه فعال باشن و در واقع از اون حقوق زنها برخوردار باشن، ولی خودشون خودخواسته کناره گیری میکنن، مثلا از خیلی از فعالیت های اجتماعی کناره گیری میکنن و خیلی توی خونه و فقط به بچه داری و البته اصلا اشکالی نداره، اون خیلی مسئله مهمیه اینکه آدم توی خونه باشه فقط و بخواد دو سه تا بچه رو تربیت بکنه، خیلی هم کار خوبیه، ولی من میگم که باید زنها در همه جای دنیا و ایران هم همینطور، اول یک زن باید یک زن موفق باشه تا بتونه یک مادر موفق و شاد باشه، این خیلی مهمه. ولی اونجا خیلی از زنها رو میدیدم که به خاطر اینکه اتفاقا به خاطر اینکه دولت شاید یه مقداری به زنها خیلی حمایت میکنه و زنهایی رو که بچه دارن خیلی بهشون از نظر مالی و اقتصادی کمک میکنه و به اون بچه ها هم کمک میکنه، زنها میشن فقط مادر در واقع دو سه تا بچه و همونطور که شاید بدونید خیلی بچه دوست دارن و دو سه تا بچه رو همشون دارن و این باعث میشه که در واقع زنهای شادی نباشن، اکثرشون حالت افسردگی دارن با اینکه دارن توی کشوری زندگی میکنن که قوانینش 100% به نفع زنه، ولی میگم شاید اون توجه بیش از حد دولت به زنها باعث میشه که اینها از یه سری فعالیت‌های اجتماعی جا بمونن. درسته که تو خیلی از ادارات خیلی از رؤسا خانم‌ها هستن و تصمیم گیرنده های در واقع دولتی و حکومتیشون خیلی وقتها خانم‌ها هستن، من به اون قشر کاری ندارم، من به قشر عمومی جامعه کار دارم که حالا اگه بخوایم با ایران مقایسهش بکنیم اونم حالا یه بحث دیگه ایه. توی ایران حالا تو ایران که توجه نمیشن، خب خیلی از خانم‌ها وا دادن عملاً، یعنی توی ایران متاسفانه اتفاق آقای جوان چرا سرتون تکون میده راجب خانم‌ها حرف شد؟ نه ببین، توی ایران حالا یه اتفاق دیگه ای میفته. توی ایران چون که در واقع ما قوانینمون به نفع زن نیست، هم قوانین طلاق و حضانت بچه رو اینا رو وقتی که شما بهش بررسی میکنید واقعا بدون شوخی و بدون رودرواسی به نفع خانم ها نیست، اما خانم های ما یک چیزی رو یاد گرفتن متاسفانه، چون اینطوریه، یاد گرفتن توی اون جامعه کوچیکشون که میشه خانواده خودشون و خونه خودشون، توی اون جامعه در واقع بخوان که از مرد خانواده مدام یک پوان هایی رو بگیرن، یعنی حقوقش رو مطالبه کنن. آره، ولی به نوع
مثبتش نه، مطالبه کردن حقوق زن در هر خانواده حق مسلم هر زنیه که بله بخواد حقوقش رو مطالبه بکنه. ولی بعضی خانواده ها، باز میگم بعضی، همه نه، خانم ها یاد گرفتن که در واقع فقط به این دلیل که توی جامعه نمیتونن فعالیتی بکنن، بخوان که مرد خانواده فقط در واقع از نظر مالی به خصوص تصمیم بگیره و در واقع همش بخوان از نظر مالی حق خودشونو هی از مرد خانواده. من میدونین چی میگم؟ من میگم که باید همه چی مساوات داشته باشه، یعنی باید خانوم ها در کنار آقایون کار بکنن، آقایون هم در کنار خانوم ها توی بچه داری و مسائل زندگی کمک بکنن. وقتی این توازن به هم میخوره یه چیزی همیشه اشکاله. مثلا وقتی خانم خونه فقط توی خونه است و به خاطر این احساسی که داره که فکر میکنه شاید خیلی مفید نیست توی جامعه، هی بخواد در واقع از آقای خونه، از همسرش در واقع بخواد که یک پولی رو هی مطالبه بکنه و این اون وقت توازن زندگی رو به هم میزنه. ما جامعه زن ستیزی داریم؟ فکر نمی کنم. چطور؟ به نظر می رسی که بعضی از این اتفاقاتی که در جامعه ما رقم می خوره، این حس رو به بعضی ها می ده که ممکنه که این نگاه زن ستیزانه وجود داره. بخششون بخش مطالبات اولیه است که وجود نداره، بخشی هم انگار این یعنی جدا از اون که مردها، جامعه ما نگاه مرد سالاره رو نداره، انگار خود خانوم ها هم خیلی اونجوری که باید هوای هم رو ندارن و اون نگاهی که از جامعه تزریق میشه رو به روابطشون گاهی وقتا میکشونن. شاید در بعضی از در واقع رسمی، شاید در بعضی از جاهای جامعه ما این اتفاق بیفته که انگار زنها هوای همدیگر رو ندارن، ولی این شاید فقط برای جامعه ما هم نباشه، توی خیلی از جوامع، یعنی میگم شاید اونجا هم من همچین چیزی میدیدم. این شاید نمیدونم حسادت زنان است، رقابت زنان است، شاید یه همچین چیزیه. اما من میگم که در واقع خانواده ها وقتی که دختردار میشن، این دختر رو تا به اون سن ازدواج برسونن، واقعا باید خیلی چیزا یاد اون بچه بدن، یاد اون دخترشون بدن. یکی از مهمترین چیزاش اینه که همین چیزی که شما گفتین، هوای هم نوع تو در وهله اول داشته باش. اگر تو هم نوع خودت رو قبول داشته باشی، جامعه هم قبول داره، مردهای جامعه هم قبول دارن. و اینکه در واقع چیزی که خیلی، البته شاید حالا الان به این سوال شما ربط نداشته باشه، ولی چون حرف ازدواج رو زدم میخوام بگم، خانواده های ما وقتی دخترشون به سن ازدواج میرسه دنبال کسی میگردن که از همه نظر کامل باشه و از نظر مالی هم خوب باشه تا مثلا دخترشون رو بخوان بهش بدن. اما تو این 25-6 سالی که حالا دخترشون میخوان تجارت کنن، دخترشون به سن ازدواج برسه، بهش یاد دادن که در واقع چقدر تو میتونی توی این جامعه فعال باشی، چقدر توانایی های دخترشون رو بهش یاد دادن. من میگم قرار نیست همه بشن دکتر و مهندس، ولی شما میتونی از یک دختری که در واقع اصلا حتی دیپلم هم نگرفته، یه خیاط خوب درست کنی، یک آرایشگر خوب درست کنی. چه اشکالی داره؟ یعنی یه سری شغلا هست که ما خیلی نادیده میگیریم تو جامعه، ولی من اون بر میدیدم که واقعا چقدر یک خیاط درآمد داره و چقدر اگر که یک دختری خیاطی بلد باشه همه جای دنیا میتونه کار پیدا کنه. باز آرایشگری هم همینطور. و ما خانواده هامون میگم فکر میکنیم که بچه‌مون فقط باید، البته شاید این تفکر یه ذره قدیمی تر بود، شاید مال نسل مثلا پدر مادرای ما اینطوری فکر میکنن، شاید پدر مادرای جدید دیگه اینطوری فکر نکنن. فکر میکردیم که خب همه باید دکتر و مهندس بشن یا به هر حال یک لیسانس و فوق لیسانسی بگیرن تا بتونن که تو جامعه، مثلا اگر که بچه اینطوری نبود سرخورده میشد، چون 20 سال شنیده بود پدر مادرش گفته بودن از فلانی یاد بگیر، فلانی مثلا. ما جامعه رقابتی و مقایسه‌ای وحشتناکی، ولی اونجایی که گفتید این بعده، میدونید همین که جامعه ما رقابتیه باعث میشه که دختر من وقتی بزرگ بشه و من هی بهش گفتم تو باید دکتر بشی، مهندس بشی، دوستشو ببینه که مثلا شد دکتر، حالا نتونه چش نداشته باشه اونو ببینه. در صورتی که وقتی توی خانواده همچین چیزی، همچین تفکری نباشه و بچه‌ها تو هر رشته‌ای که هستن، هر حرفه‌ای که دارن،
خودشون رو تو اون حرفه باور داشته باشن و موفق بدونن، همون قدری که یک زن خیاط مهمه تو جامعه ما، یک زن پزشک هم مهمه. البته، ولی توی در مورد این قیاس وقتی که داشت راجع به ازدواج صحبت میکردی، من فکر میکنم این نگاه تجاری و نگاه معاملهی فقط در مورد خانواده دختر هم وجود نداره، یعنی در مورد خانواده پسر هم متاسفانه بله، حتی بله. این روزها گاهی وقتها پررنگ تر هم وجود داره، یعنی توی جامعه ما بده. بله نه نه کم بده. که اصلا به نظر میرسه که بعضی از تعداد آدم هایی که یک زندگی عاشقانه به مفهوم واقعی رو داشته باشن و خیلی نرن در حساب و کتاب خیلی وجود نداره، یعنی پسرها ترجیح میدن با دختری ازدواج کنن که از نظر مالی و موقعیتی به گونه باشه که خیلی وسوسه انگیز باشه و بتونه اونها رو حتی بکشه، و دخترها هم عکسش، یعنی نگاه های دو تا چهار تا. حالا جالبه که خیلی از این زندگی ها تهش منجر شده به جدایی، ولی باز هم انگار درس عبرت نمیشه برای خانواده های ما، یعنی واقعا شاید توی خیلی از خانواده ها میبینیم هنوز هم این قضیه وجود داره. چند سال پیش با این مهریه های بالایی که در واقع اتفاق میافتاد و اینها، این جدایی خیلی زیاد شده بود. حالا من الان نمیدونم در سالش کمتر شده بیشتر، خیلی آمار درست نمیدونم. به نظر میرسه که ما هی داریم بیشتر و بیشتر میشیم در حوزه طلاق. جدی؟ خب این باعث تأسفه. ولی خب همین باید یک درس عبرتی بشه که دیگه خانواده ها بدونن که در واقع این قضیه مادیات چقدر میتونه نه تنها مهم نباشه بلکه ضرر هم بزنه. و خب میگم اینا همه به خود دو تا طرف، دو تا جوان هم بستگی داره دیگه که اینها چه فکری داشته باشن راجع به ازدواج. شما وقتی ازدواج میخواستید بکنید، موضوع مهریه و موضوع عروسی بدون تعارفات مرسوم چقدر براتون مهم بود و کجای زندگیتون قرار داشت؟ در حد خیلی معمول و منطقیش، یعنی واقعا شاید از یک خانواده و یک دختر خیلی معمولی هم تمام مراسم های من خیلی معمولی تر بود، به این دلیل که واقعا برام مهم نبود. مهم بود که بله مراسمی باشه، همه چی باشه سر جای خودش، ولی خیلی عادی، خیلی معمولی. لباس عروس رو پوشیدید یا چه احساسی داشتین؟ آره خب از بچگیتون دوست داشتم لباس عروس، خب حس خوبی داشتم. پیش از اون تو فیلم ها و سریال ها پوشیده بودم. بله بله، ولی خب معلومه وقتی آدم داره نقش بازی میکنه خب اصلا حسش فرق میکنه با حس واقعی که تو تجربهش میکنی. یه ذره تعریف کنید که اون حس چی بود، چون بیتون میکنم آرزوی بیشتر دخترها پوشیدن لباس عروس در کودکیشون، حالا بعدش که خب تعریف میکنه. حسه واقعا حس خوبی بود دیگه، هم احساس استرس و نگرانی بود به هر حال به خاطر اینکه قرار با شروع در واقع اون مراسم وارد یک بخش دیگه ای از زندگی بشی، به هر حال یک نگرانی توش بود، و هم که خیلی حس سرخوشی و خوشحالی و حس خوبی بود. چند ساله که این ازدواجتون تو بودن؟ 9 ساله. چی کار کردید که این 9 سال الان زمانش به 9 سال کشیده شده؟ 9 سال خیلی هم نیست. الان اگه 30 سال بود الان برای ما به اندازه همون 50 سال میارزه با این اتفاقاتی که در حوزه طلاق میفته. خیلی روی اتفاقات بد و روی در واقع مسائل حاشیه‌ای زوم نکردم. واقعا اون چیزی که در واقع اصل قضیه بوده، یعنی اون چیزی که حال دو طرفمون خوب باشه، به اون بیشتر فکر کردم و خیلی یاد گرفتم که با چیزای کوچیک خوشحال باشم، خیلی دنبال چیزای گنده نباشم. اینا خیلی کمک کرده. با وقتی اختلافی تو زندگیتون به وجود میاد چجوری حلش میکنی؟ حرف میزنیم راجبش. بس صدایی بالا نمیره وسط اون حرفا؟ نه خیلی نه. خیلی عجیبه. سکوت. من خودم نه دیگه همه باید بگن که خیلی شما محافظه کارید. نه 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 به خدا نه. مثلا من خودم شاید این اخلاق بدی باشه، اصلا جزء اخلاق خوب نیست، از یه چیزی که خیلی ناراحت میشم سکوت میکنم، حالا مثلا به نوعی قهر میکنم. اونم در اصل همون ترس و خجالت کودکیتونه. شاید سکوت میکنم و با اون سکوت اتفاقا بخوام داد بزنم یهو خندم میگیره، مثلا نمیدونم خندم میگیره، ولی سکوت میکنم
بعد که یه ذره فکر میکنم به قضیه، یه ذره به اصطلاح با خودم حلش میکنم، راجبش صحبت میکنم و این باعث میشه که همه چی خوبتر بره جلو. حالا نه خیلی خوب، به هر حال همه هم مشکلات دارن تو زندگی. تو قهرام شما پیش قدم میشین یا همسرتون؟ ایشون پیش قدم میشین. برای آشتی کردن ایشون پیش قدم. چرا شما پیش قدم نمیشین؟ دیگه بالاخره جز به اون سیاست های زنانه است برای اداره زندگی. نه دیگه بالاخره میگم خب حق مثلا با منه و تو هم حق با شماست. این چون معمولا وقتی که یکی از طرفین شغلش به شکلی که بیشتر دیده میشه و یک شهرتی رو داره، یه آسیب های رو بالاخره ناخودآگاه به زندگی مشترک وارد میکنه. مثلا شما اینکه ممکنه که برید بیرون و همسرتون دلش میخواد در کمال آرامش توی یک رستوران غذا بخوره و مثلا حالا 5 نفر هم بیان با شما یه سلام علیکم گرم میکنن، یا من میخوام با شما امضا بگیرم، یا اصلا از فاصله دور بخوام به شما نگاه کنم. این تصاویر وقتی تکرار میشه مدام و این اتفاقات، یه جایی همسرتون خسته نمیشه؟ یا چون گاهی ممکنه که شما یه جای خیلی شلوغ ندیدی، بله، مسیرهایی رو تغییر بدید. والا دیگه این خب به تحمل ایشون برمیگرده که خدا رو شکر خیلی تحمل میکنه. یعنی من اگه برعکسش بود، من جای شاید ایشون بودم انقدر تحمل نمیشه. با ممکنه انقدر تحمل میکنید که طلاقش هم میدادید حتی؟ نه دیگه به اون حد، ولی خب بالاخره ممکن بود یه جای کلافه شم. یا ولی خب به هر حال ایشون وقتی که منو انتخاب کرده همه مشکلات کار منم میدونسته و انتخاب کرده. خودشون نگفتن که چی در شما دیدن که براشون انقدر جذابه که از دنیای معماری بیان مثلا به سمت دقیقا نقطه روبروش که بخوام بیان مثلا یک چون اونها خیلی دنیای علمی و مهندسی دارن بیان یه جایی که پر از هنر و اتفاقات دیگه. خب علاقه داره خودش مثلا به دیدن فیلم، به دیدن تئاتر خیلی علاقه داره و همین خودش باعث شده که در واقع وقتی احتمالاً منو انتخاب کرده همین شرایط رو هم بدونه. و ولی خب تو خانواده هنری هستش، چون تو خانواده هنر خواهرش، هر دوتا خواهرش عکاس هستن و خودش هم که به هر حال آرشیتکت ها فکر کنم بیشتر از ما با هنر سر و کار دارن، هنر علمی شده بره. بیشتر به نظر میرسه. و توی این تصاویر که بیرون هستید و مربوط شدن عکس بگیرن، ایشون میره یه گوشه وای میسه و تماشاگر این منظره. آره خیلی اهل عکس و اینا نیست، یعنی حتی برای مراسم ازدواجمون هم خیلی به سختی میمد جلو دوربین دیگه. خجالتی هم یا معذبه؟ معذبه نمیدونم، خیلی اهل عکس و فیلم و اینا نیست، ولی خب یه وقتای من دیگه خیلی اصرار میکنم بهش که چون یه جورایی انگار نقطه مقابل شماست دیگه، چون شما شغلتون همون دیده شدن است، همون پرزنت کردن خودتون با این تصاویر دوربین و عکس و اینا برای شما مکمل شغل شماست. به خاطر همینم خیلی دوست نداره از شانا مثلا عکسی من بذارم توی فضاهای مجازی، میگه زیاد مثلا دوست ندارم عکس بذاری. اتفاقا خیلی ها می نویسن که از شانا چرا عکس نمیذاری، عکس جدید بذاری اینا. ولی خب به هر حال من احساس میکنم که چون که همسرم خیلی دوست نداره، منم زیاد عکس ندارم. شده وتو کنید این ماجرا رو؟ آره دیگه نه. آدم بارو دربایستی هستین؟ یه جاهایی بله، یه جاهایی هم نه. وقتی گیر میکنی تو رو دربایستی چی کار میکنی؟ از دیگران از همسرم بیشتر میخوام کمکم کنه. مثلا یه جاهایی گیر میکنم میگم مثلا خب همسرم دوست نداره من این کار قبول کنم و من به خاطر همین قبول. جز شانا که اداخل گردن همسرتون بقیه اتفاقات رو ممکنه نخواستناتون رو بندازی دون بر تو پارو. از تا حالا زیاد پیش نیومده واقعا، خودم گفتم من خودم، ولی هر حال چند باری هم شده که آره. شما جز اون دخترهایی بودیم که فیلم کازابلانکا رو بیشتر دوست داشتیم یا برباد رفته؟ من برباد رفته رو خیلی. چه چیزی تو اون برباد رفته؟ نه خیلی زنانگی توش بود، خیلی اسکارلتو که میدیدم واقعا چون بچه هم بودم میدیدم ولی خیلی دوست داشتم. مثلا حالتهای این دختر یه دیوونگی خیلی باحالی داشت. آره مثلا اون جایی که از پرده یه لباس دوختن و این تنش کرد و اینا واقعا خیلی جالب بود برام و احساس میکنم که مثلا هر بخشی از اون شخصیت هر یک ذرهش تو وجود هر دختری هست. آره موافقم. یه خیلی بخشی آره. از اون. خیلی کدوم قسمتش تو شما هست؟
فکرم همون که اگه مجبور باشم از پرده لباس بدم. خیلی به لباس و اینا اهمیت میدین؟ دوست دارم کلا. آره خیلی دوست دارم. و زنانه تای خصوصیات اخلاقتون چیه؟ حسادت نیست خدا رو شکر، ولی شاید مادر بودن، مثل مادری رو خیلی. و احساس میکنه که بعد چون احساس میکنم، ببخشید بفرمایید صحبتتون، احساس میکنم که حس مادری با هر دختری به دنیا میاد. یعنی هر دختری که متولد چون حس مادری رو داره، از اون لحظه که عروسکش رو بغلش میکنه، یه بچه یک سال خورده ای که الان خودم دارم تو خونه و میبینم، انگار که این یک غریزه است که با بچه، واقعا اون غریزه مادری به دنیا میاد با دختر بچه. اهل فضای مجازی و اینجور چیزا هست؟ یعنی چقدر وقتت رو با گوشیت میگذرونی؟ هستم. آره دروغ چرا، متاسفانه شاید وقتم رو زیاد میگذرونم. بعد اینکه توی اینستاگرام تو چه اتفاقهایی رخ میده؟ یعنی یه جایی باعث میشه که کامنت ها به یه سمتی بده که میخوای پرهیز کنی؟ بله از خوندنش اومده. بله گیرشون با شما چیه؟ خب به هر حال هر کی یک تفکری داره، من نمیتونم بگم که چرا در واقع اون کامنت ها رو برای من مینویسن و به همه عقاید هم احترام میذارم، اما چیزی که اذیتم میکنه اینه که چرا دیگران به عقاید همدیگه احترام نمیذارن. گاهی اوقات پایین کامنت ها با همدیگه دعوا میکنن آدم های مختلف و من نمیفهمم چرا. هر کی یک نظری داره، من کامنت هایی رو که ببینم اگر که خیلی توهین باشه، توهین آمیز باشه، چه به خودم چه اگه تو عکس کس دیگری باشه به دیگران باشه، من سریع دیلیت میکنم، چون دوست ندارم مثلا توی صفحه من در واقع فضای منفی پیش بیاد. و خدا رو شکر خیلی تعدادشون کمه به نسبت حالا کسان دیگه ای که بعضی البته از همکاران من که میبینم، خب خیلی پای در واقع عکسایی که میذارن مسائل که البته خودشون هم شاید دوست دارن ها. یعنی عکسایی میذارن که برمیانگیزه این حس رو در مردم. من خیلی مواظبم، دوست ندارم که در واقع چه عکسایی برمیانگیزه بیشتر این حس مردم رو؟ چیزهایی که به مسائل اعتقادی مردم بخواد در واقع توهینی بکنه، به مسائل در واقع سیاسی بخواد در واقع توهین بکنه. و اینکه خب بعضی چیزام هست که اصلا به هیچ مسائلی نمیخواد توهین بکنه، ولی ما داریم کسانی رو که خب یه مقداری شاید شرط روحی نامساعدی دارن و اون پایینه اون عکس میخواد. فقط ما کسی شما صحبت. چون به لحاظ کاراکتر فکر می‌کنم این مقدار آدم محافظه کاری هستید و حواستون به همه چی هست، به نوع لباس پوشیدنتون که چجوری راجبتون قضاوت میکنن، انتخاب کلماتتون. و باز دوباره برمیگرد به اولین سوالمون که همیشه یه طوری زندگی کردید که خیلی مورد قضاوت قرار نگیرید، کلا ترس از این قضاوت رو دارید؟ نظر مردم خیلی براتون مهمه توی زندگیتون؟ به هر حال نظر مردم که مهم هست، چون من وقتی که بازیگرم، اگه بازیگر نبودم بله مهم نبود، ولی وقتی بازیگرم به هر حال یک مخاطبی من رو حمایت میکنه و برای مهمه که حمایت اون مخاطب رو داشته باشم. حالا صفحه های مجازی یکی از اون جاهاییه که شما میتونید اون حمایت رو از مخاطبینتون بگیرید. و سالهای قبل که من شروع کردم این مسائل نبود. ما به هر حال منتظر بودیم که یک خبرنگاری از ما یک مصاحبه ای حالا چاپ بکنه و اینا، ولی دیگه این سالهای اخیر من میگم هر بازیگری واسه خودش یک رسانه داره که اون حالا پیج شخصیشه یا حالا همون کانال تلگرامیشه. و احساس میکنم که قضاوت مردم آره برای مهمه، دوست ندارم راجع به من بد قضاوت کنم. اگر بد قضاوت کنن چه اتفاقی میفته؟ یعنی میترسید اون تعداد مخاطبتون رو از دست بدید؟ نه اتفاق خاصی نمیفته، به هر حال منم دارم کارمو میکنم، شاید اتفاق خاصی هم نیفته، ولی دوست دارم که اگر که محبوب هستم و توی این 15 16 سال بودین؟ محبوب بودم، شما بگین بودم یا نبودم. فکر میکنم بودم چون اگر که محبوب نبودم این اتفاق نمی افتاد توی این 15 سال. احساس میکنم که توی این 15 سال اتفاق خوبی افتاده. و آره و بعد یه آهست و پیوستگی رو همیشه سکره بله، توی کار همیشه داشتم. خیلی هم پرکار نبودم اتفاقا، بله. خیلی وقتا خیلی کارا رو رد کردم زمانی که تدریس میکردم دانشگاه، خیلی کارا رو متاسفانه
مجبور می‌شدم نرم به خاطر اینکه خب کار تدریس طوری بود که باید هفته 3-4 روز می‌رفتم دانشگاه و نمیتونستم کار شهرستان قبول کنم، کار تهران خیلی اگه پرکار بود نمیتونستم قبول کنم. به قول شما آهسته و پیوسته جلو اومدم و خدا رو شکر میکنم که نه با پارتی بازی هیچ کاری رو رفتم، نه کسی خیلی حمایتم کرده. فکر میکنم خود همین محبوبیت باعث شده، اگر سر هر کاری رفتم این باعث شده. این روزها هم فکر میکنم مشغول بازی در یک تئاتر هستی. بله. و یه جورایی برگشتی به صحنه، از حالا پیشتر هم فکر کنم در یک نمایش حضور داشتی. بله. چی باعث شد که برگردی اصلا به صحنه؟ بعد از سریال در واقع 8.5 دقیقه کار آقای شاه حسینی یه کار تئاتر بهم پیشنهاد شد، تئاتر پوست انداختن، که اون تموم شد و الان هم اجرای یک تئاتر رو داریم، اسمش هست داستانی یک عذرخواهی از آقای امانوئل، بر اساس یک متن خارجی است، متن مهمان سرای دو دنیا از اشمیت. خیلی دوست داشتم که دوباره برگردم به تئاتر و خوشحالم الان که این سالن‌های خصوصی ساخته شده، فضای کار بازتر شده برای جوان‌ها و تجربه بسیار خوبی بود این کاری که هستیم. هر شب اجرا داریم ساعت 6:30. از همه شما دعوت میکنم تشریف بیارید کار ما رو ببینید. خیلی ممنون که در این گفتگو شرکت کردید. شما زنده باشید.